باید متمسک به قرآن شد. دنیای اسلام احتیاج دارد به اینکه به حبل الله تمسک کند، خود را محکم کند، ایستادگی خود را تضمین کند. این احتیاج دنیای اسلام است امروز. ما نباید ضعیف باشیم، ما باید قوی باشیم. قوت فقط به سلاح نیست، قوت به پول نیست فقط. مبنای اصلی قدرت ایمان است، پایداری است، ایمان به خدا. خدای متعال فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. اگر ایمان به خدا بود، اگر کفر به طاغوت بود، این تمسک به عروه وثقاست، این مایه قدرت است، مایه اقتدار است. در دنیای اسلام این را ما باید ترویج کنیم، این را باید بخواهیم. متاسفانه در دنیای اسلام کسانی هستند که به جای تمسک به قرآن تمسک به طاغوت میکنند. اونهایی که سیاستهای آمریکا را در این منطقه اجرا میکنند بر طبق میل و نظر آمریکا، که طاغوت اعظم آمریکاست، شیطان اکبر آمریکاست، کسانی که بر طبق اون سیاست ها عمل میکنن، اینا متمسک به طاغوتن، اینا کفر به طاغوت ندارن. شرط اول فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کفر به طاغوت باید. اینی که ما ملت ایران در مقابل زیاده خواهی و زیاده گویی آمریکا ایستاده است، این نقطه اصلی اقتدار ملت ایران. ما امروز ملت مقتدری هستیم. مسئله اسلام در ایران با مسئله فلان شخصیت دینی یا فلان شخصیت سیاسی فرق میکنه. ما یک دولتیم، دولتی که امکانات دارد، یک ملت 80 میلیونی دارد، سلاح دارد، اقتصاد دارد، سیاست دارد، علم دارد. جمهوری اسلامی امروز اینه. دشمن از اسلام مقتدر میترسد، دشمن از اسلام شجاع میترسد. از جمهوری اسلامی به این جهت میترسند و به این جهت حمله میکنند. حمله اونها به ما از ترس اونهاست، چون میترسند. میدانند که مواضع جمهوری اسلامی مواضع اثرگذاری است در دنیا. ما چون با ملت‌های مسلمان صادقانه حرف میزنیم، صادقانه عمل میکنیم، اونچه که میگوییم اون را عمل میکنیم، دنبالش میریم. نتوانسته است فریب بدهد جمهوری اسلامی را و ملت ایران را وعده های تواقیت. نه وعده هاشون ما رو فریب داد، نه تهدید هاشون ما رو ترسوند. ما از تهدیدشون هم نمی ترسیم، از وعدهشون هم فریب نمی خوریم. این لازمه، اینو باید دنبال کرد. این اون چیزیست که امت اسلامی به اون احتیاج دارد، کفر به طاغوت و ایمان به الله. اگر این شد فقط استمسک بالعروة الوثقا. متاسفانه بعضی از دولت‌های اسلامی به ملت‌های خودشون خیانت میکنند. بعضی از دولت‌های اسلامی به امت اسلامی خیانت میکنند. زمینه نفوذ آمریکا رو فراهم میکنند. با طاغوت اعظم که رژیم ایالات متحده آمریکاست همکاری میکنند.
سیاست‌های او رو اعمال می‌کنن. این گرفتاری امروز مسلمانانه، گرفتاری امروز منطقه ماست. این خیلی گناه بزرگی است که اینها مرتکب میشن. اونچه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است. این در درجه اول. هم علما مسئولن، هم روشنفکران مسئولن، هم تحصیل کرده ها مسئولن، هم همه کسانی که منبری دارند، تریبونی دارند، مسئولند روشنگری کنند حقایق دنیای اسلام را برای مردمی که نمیدانند بیان کنند. این روشنگری جهاد است. جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ کردن در میدان قتال نیست. جهاد شامل جهاد فکری است، جهاد عملی است، جهاد تبیینی و تبلیغی است، جهاد مالی است. امروز به خاطر اینکه این فریضه رو، فریضه تبیین رو ما درست انجام ندادیم، یه عده‌ای دچار گمراهی هن، به خیال اینکه برای اسلام دارن کار میکنن، علیه اسلام دارن کار میکنن. این گروه های تروریستی در منطقه ما که امنیت را از ملت‌های مسلمان سلب کردند، آسایش را از ملت‌های مسلمان گرفتند، به جای دشمن اینا دارن با مسلمان‌ها می‌جنگن. این گروه‌های تکفیری، گروه‌های نزدیک به وهابی‌ها، اینا کسانی هستند که دارن کار دشمن را اینا دارن انجام میدن، زحمت دشمن را اینا به عهده گرفتن، اون کاری که دشمن میخواد بکنه اینا دارن برای دشمن انجام میدن. بین مسلمان ها اختلاف ایجاد کردن. وقتی مسلمان ها با هم سرگرم جنگ شدن، قضیه فلسطین فراموش میشه، کما اینکه دارن به فراموشی میسپرن قضیه فلسطین را. باید تبیین کرد، باید روشنگری کرد، باید کار کرد. از این محافل قرآنی استفاده کنید، از این اجتماعات قرآنی استفاده کنید. شماها که از کشورهای مختلف آمدید، ملت‌های خودتون رو ارشاد کنید، آگاه کنید، اونها رو به تعلیم قرآن، به جهاد قرآنی، به تبیینی که قرآن خواسته است، لتبیننه للناس ولا تکتمونه، اینها رو براشون بیان کنید، روشن کنید. انشاءالله خدای متعال زمینه رو برای حرکت امت اسلامی فراهم خواهد کرد. اگر ما جهاد کنیم، اگر ما حرکت کنیم، اگر ما نیتمون رو خالص کنیم، خدای متعال هم به ما کمک خواهد کرد. اگر ما تنبلی کنیم، اگر کاری که بر عهده ماست انجام ندیم، طبیعی است انتظار کمک الهی را نباید داشته باشیم. خداوند متعال به کسانی که کار میکنن، تلاش میکنن، کمک میکنه. خداوند متعال به ملتهایی که حرکت میکنن، به انسانهایی که تلاش میکنن، کمک میکنه. تلاش کنیم، حرکت کنیم، خدای متعال هم به ما کمک خواهد کرد. و شکی نداریم که پیروزی از آن اسلام است. این جبهه کفر با همه وسعت، با همه زرق و برق، با همه توپ و تشری که میزنن، این جبهه کفر بالاخره در مقابل امت اسلامی و جبهه اسلامی مبارز و مجاهد وادار به عقب نشینی خواهد شد. Ah!
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. این سنت الهی است، تردیدی در این وجود ندارد. شرطش فقط این است که ما تلاش کنیم، ما حرکت کنیم، ما راه بیفتیم، ما کار کنیم. اگر ما کار کردیم این سنت الهی است که دشمن باید عقب نشینی کنه و عقب نشینی هم میکنه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال ماها رو با قرآن، همه ما و شما رو با قرآن زنده بداره، با قرآن بمیرانه و با قرآن محشور کنه در قیامت. و السلام علیکم و رحمت.